بنام خداوندی که بی حد و بی اندازه مهربان است. سلام خدمت تمام شما عزیزای دل که با برنامه پخت و پز هستین و عید تمام شما هموطنان عزیز ما مبارک. امید است یک عید خوب، خوش، پر از صفا و صمیمیت با لبخند در کنار فامیلایتان داشته باشین. من خیلی خوش هستم از اینکه در برنامه پخت و پز امروز روز اول عید برای شما آشپزی میکنم. میخوایم که یکی از غذای خیلی مزه‌دار را براتون آماده کنم. چون امروز روز اول عید است، من خواستم که در عید معمولا شیرباب هم ما آماده می سازیم، امروز یک کیک بسیار مزه‌دار، یک کیک ساده براتون آماده می کنم و در شروع می خواهیم مواد لازم شه هم به تمام شما دوستایی که با ما هستین به معرفی بگیریم. و مواد لازمی ما هم است: آرد 1 کیلو، 3 عدد تخم، بوره 500 گرم، روغن 1 گلاس، خمیر مایه 2 قاشق غذاخوری، پودر کیک 2 قاشق غذاخوری، عرق هیلا مقدار لازم، 2 عدد تخم مرغ با زردی و سفیدیش اضافه میکنم در این ظرف. و امروز هم که دیگر روز اول عید است، من مطمئن هستم که شما رفتین به دیدن دوستایتان یا بعض دوستایتان شما به دیدن شما آمدن و خوب است که روز خوب و خوش داشته باشین، از عیدتان هم لذت ببرین و همیشه لبخند بر لبای تمام شما هموطنای گلم باشه. 2 عدد تخم مرغ اضافه کردیم و 1 گلاس روغن داریم. اینجا 1 گلاس روغن است، میخوایم که اضافه کنم بالای 2 عدد تخم مرغ و این را با مکسر باز خوب مخلوط میکنیم تا که تخم با روغن کاملا خوب مخلوط شود. از روغن خواستیم که در این خمیر کیک استفاده بکنیم. خب با مکسر خوب است که مخلوطش بسازم. درجه مکسر اوقدر زیادتر نمی کنیم، با می درجه کمتر هم میشه که آیسته آیسته ایره مخلوط بسازیم تا که 2 عدد تخم مرغ با مقدار روغن که 1 گلاس بود خوب حل شوند. می بینیم که تخم مرغ با روغن خوب مخلوط کردم. کاملا این مواد ما مخلوط شد و تخم با روغن همچنان میخواییم که بوره را اضافه کنیم. همیشه شما وقتی کیک آماده میکنین در موادش که مثلا روغن اضافه کردین، تخم مرغ اضافه کردین، شیر کمک اضافه کنین، بوره را خوب حل کنین. اما اگر از بوره کوبی داشته استفاده کردین باز هیچ مشکل نیست، میتونین که شما به اون شکل هم در آرد مخلوطش کنین. اما اگر از بوره درست استفاده کردین، بوره کوبی داشته نبود، شما با کمک شیر این تخم اضافه کردیم، روغن بسیار کم شیر اضافه میکنم، میخواییم که باز بوره را اضافه کنیم. در 1 کیلو آرد 500 گرم بوره استفاده کردیم، به خاطر که شیرینیش رو بسیار زیاد هم نباشه که باز شما او رو نوشجان کردن نمیتونین. در آخر باز یک چای بسیار مزه‌دار هم امروش دم میکنیم، دیگه نوشجانش میکنیم. من مطمئن هستم که شما هم ترسایش یاد میگیرین و میتونین که در خانه هم آماده بسازین. معمولا در روزهای عید ما کوشش میکنیم که به خاطر پذیرایی از مهمانا شیرینی‌باب، کیک، کلچه و اینا آماده بسازیم. یک کیک بسیار ساده اما بسیار مزه‌دار من خواستم براتون آماده بسازم. خب شیر کمک اضافه کردیم، میخواییم کالر بوره را بالای شیر همچنان تخم و روغن اضافه کنیم. 500 گرم بوره، کاملا بوره را هم اضافه کردیم. حالا میخواییم که بوره را هم با این مواد مخلوط کنیم. مکسر را به درجه کمتر میگذارم تایی که آیسته است تایی خوب مخلوط شود و بوره خوب حل شود. کاملا میبینیم که بوره دیگه حل شده. بوره را هم کاملا حل کردیم با این مواد و از مواد ما پودر کیک باقی مونده که من خواستم 2 قاشق غذاخوری پودر کیک هم اضافه کنیم و همچنان یک کمک خمیر مایه هم خواستم در این خمیر کیک استفاده اضافه بکنیم. باز خمیرش 10 دقیقه 20 دقیقه واریم هم بگذارم، اما شما اگر در خانه وقت داشتین بیشتر مثلا خمیرش به مدت نیم ساعت اگر بگذارین بسیار خوب است. و اینجا مارد است که آردم باز آیسته آیسته من اضافه میکنم. متوجه باشین در خمیر کیک که شما آماده میکنین آرد به یکبارگی اضافه نکنین، کم کم اضافه کنین. خمیرش مخلوط کرده میریم و خمیر باز شیر هر اندازه‌ای که ضرورت شد دیگه اضافه کرده میریم شیر. خب بازم یک عید خوب و خوش میخوایم براتون. امید است که دوستای ما که البته از یکی دیگه خفه هستن با اونا صحبت بکنن، برین به دیدن دوستایتان عزیزتان لذت ببرین. ما میفهمم که مشکلات هم ما شما مخصوصا در اواخر بیشتر و زیادتر هست، اما بیاین همه مشکلات و غم ها و اینا رو فراموش کنیم، از این عید خود لذت ببریم و همیشه لبخند داشته باشیم و با صمیمیت در کنار فامیلای خود. خب ما میخوایم که اینجا 2 قاشق البته خمیر مایه است، 2 قاشق خمیر مایه را با این مواد اضافه میکنم.
خمیر مایه را هم اضافه کردیم و حالا می خواهیم که با مکسر خمیر مایه را هم با این مواد خوب مخلوط بسازیم. خوبی را مخلوط می کنیم. می بینیم که کاملا دیگه هر قدری مواد مخلوط شوه مخصوصا در خمیر کیک بسیار خوب است. خمیر مایه را هم که اضافه کردیم مخلوطش کردیم و به خاطر طعم و خوشمزگی این کیکی که امروز من خواستم براتون آماده کنم از عرق هیل خواستم استفاده کنم. شما اگر دوست داشتین میتونین از وانیلا استفاده کنین، مشکل نداره. وانیلا یک طعم بسیار خوب بر کیک میده، اما از عرق هیل استفاده کردم. اگر شما دوست داشتین یا عرق هیل در خانه نزدتون نبود، میتونین از هیل کوبیده شده هم استفاده بکنین، مشکل نداره. اگر خواستین از وانیلا و یا از آب گلاب اگر خواستین میتونین استفاده کنین، به خاطر که طعم کیک بسیار مزه‌دار می‌سازه. و ما می‌خوایم که عرق هیلم اضافه کنم بالای امی مواد و ایرام دیگه من استاستا مخلوط کردم میرم تا که موادای ما خوب مخلوط میشه. وقفی خیلی کوتاه داریم، مرا تنها نگذارین، زود برمیگردیم. سلام مجدد و عید تمام شما خوبایی که با ما هستین در برنامه مبارک. خیلی خوش هستم از اینکه باز هم با ما هستین در برنامه. و قبل از اینکه بریم به وقفه، شما دیدین که من کدام کارا رو انجام دادم. دو عدد تخم مرغ بود که اضافه کردم، دیگه که مزه داره که امروز من می‌خوام براتون آماده کنم. البته بعد از او خواستیم که یک گلاس روغن اضافه کنیم و اینا با هم خوب مخلوط ساختیم. 500 گرم بوره بود که اضافه کردم، دو قاشق غذاخوری خمیر مایه اضافه کردیم، یک مقدار عرق هیل اضافه کردم. تمام مواد رو خوب مدجران وقفه با مکسری را مخلوط ساختم. اندازه دو قاشق غذاخوری پودر کیکام داریم، میخوایم پودر کیک اضافه کنیم. بعض دوستای ما از ما میپرسن یا پرسیدن در آماده کردن کیک، که بعضن وقتی نو آماده میسازن گفتن ما وقتی در خانه کیک آماده میکنیم، کیک وقتی در داش میگذاریمش پخته میشه کاملا پاش پاش میشه. علتش این است که شما از پیشتان پودر کیک زیاد یا کم میشه. اگر پودر کیک کم شوه کیک یک رقم قاق آماده میشه و خوب تر آماده نمیشه. اما اگر پودر کیک از پیشتون زیاد شوه باز یک رقم خود پاش پاش میکنه. متوجه باشین در آماده کردن یا اضافه کردن پودر کیک، مثال در یک کیلو آرد ما دو قاشق غذاخوری پودر کیک اضافه کردم، اما شما اگر آرد بیشتر ساختین میتونین مقدار پودر کیک هم بیشتر بسازین. خب حالا اضافه میکنیم و میخواییم که دیگه خوب مخلوطش بسازیم تا اینکه پودر کیک هم با این مواد مخلوط شوه. و باز آستاستا آرد دیگه اضافه کردم میرم، میخواییم که خمیر ما را آماده کنیم. یک مقدار آرد دیگه ما میخواییم که اضافه بکنیم بالاش. خمیر کیک ها مایستا استا آماده میشه. یک کیک ساده اسفنجی خواستیم که ما براتون امروز آماده کنم. دوستای ما برام قبل از اینکه البته قبل از رمضان بر ما کامنت مانده بودن، گفته بودن بر ما یک کیک اسفنجی آماده کنین که ما کتون وعده کرده بودم قبل از رمضان که حتما ما براتون آماده میسازم. حالا خواستم در روزهای ای در ویژه برنامه پخت و پز براتون آماده کنم تا اینکه شما هم ترستیش یاد بگیرین و بتونین در خانه مخصوصا در ایامید آماده بسازینش. یک مقدار البته بازم آرد اضافه کردیم، میبینیم یک کمک شیرم ضرورت است. یک کم شیر دوگام اضافه میکنم بخاطر که خمیر زیاد سخت نشه، دیگه مخلوطش میکنیم. آستا آستا این مخلوط میشه. میبینیم که کاملا بسیار براحتی ساده و آسان خمیرش آماده میکنیم. اما دوستان ما که مکسر برقی در خانه ندارن، اونا شما میتونین که از این مکسرهایی که مثلا ما شما معمولا دو غینا رو مخلوط میکنیم، شما از اون استفاده کنین و خمیرش آماده بسازین. و از یک کفگیر یا ملاقه بزرگتر هم شما میتونین استفاده کنین خمیرش آماده کنین. صرف هدفی است که همین خود آردش جمع نشه و موادش خوب مخلوط شود. یکی دیگه ببینین کاملا آرد دیگه مخلوط میشه. باید کل آرد خوب کاملا یکسان به تمام قسمت های ظرف حل شود. خمیر کیک بسیار ساده آماده میشه. البته شاید شما فکر کنین که آماده کردن کیک یک کمک مشکل تر است، اما به نظر من کیک آماده کردنش بسیار آسان است از کلچه کرده. کلچه کمک خمیرش به مشکل آماده میشه. اما دو روزی دادگان در ویژه برنامه البته پخت و پز ما میخواییم که یه رقب ببخشی نمیره غلط کردم از سر بگویم کالا. خب
بگویم؟ خب خب و در دو روز دوم البته در برنامه پخت و پز ما میخواییم که در برنامه برتان فردا که روز دومی دست یک شورمه بسیار مزه‌دار آماده کنم، چون معمولا ما و شما در روزهایی که عید در خانه هستیم کوشش میکنیم غذای یکمک خواسته رو آماده کنیم. من خواستم یک شورمه خانگی باز برتان آماده بسازم که شما هم دیگه ترس تهش یاد بگیرین، بتونین در خانه یک شورمه بسیار مزه‌دار آماده کنین که فردا حتما برنامه ما رو ببینین. من برتان یک شورمه بسیار مزه‌دار آماده میکنم و روز سوم میدم خواستم که یک کلچای بسیار مزه‌دار که معمولا همگی در خانه آماده میکنن برتون آماده بسازم. یعنی سه روزی در اختصاص دادیم برای غذایی که شما بتونید در روزهایی از او غذا استفاده کنین و در خانه تان هم آمادش بسازین و خیلی ساده باشه، هم بیشتر موادش هم در خانه هم ما و شما وجود داشته باشه. دیگه کاملا خمیر کیک آماده شده. من یک بار می قالبم باید از داش بیرون کنم. این قالب است که یک مقدار کاغذ ما تیار اندازه قالب ما برش کرده بودم، کاغذ هم مگذاریم و میخواییم که خوب قسمت های کاغذ را چرب کنیم. علتش یه از که را میخواییم چرب کنیم یک خوبی داره، به خاطر که وقتی بخواییم کیک را جدا کنیم از قالب بسیار به راحتی و آسانی میتونیم که جدا کنیم. ببینید تمام قسمت های البته کاغذ و قالب ما کاملا خوب به روغن بسیار کم و قدر روغن زیاد هم چربش نکنید و من می خمیر اضافه میکنم در قالب مگذارمش در داش تا که به 35 دقیقه کاملا آماده شد. باز امیده به تمام شما هموطنان عزیزم تبریکی میگم تا که از وقفه برمیگردیم کیکم کاملا آماده میشه و تزیینش میکنم برتان. سلام مجدد تمامتون، خوش آمدید میگم به ادامه ویژه برنامه پخت و پز. خیلی خوش هستم از اینکه با شما هستیم در برنامه. قبل از اینکه بریم به وقفه، شما دیدین که من کیک هم خمیره اضافه کردم در قالب، در داش گذاشتمش برای 35 دقیقه. یک کیک ساده خواستم، یک کیک اسفنجی ساده براتون امروز در برنامه آماده کنم. من مطمئن هستم شما هم ترسیش اگه یاد گرفتین و میتونین که در خانه هم یک کیک مزه‌دار آماده بسازین. و امروز هم روز اول عید بود، با امید خوشی و لبخند بر لبای تمام شما هم وطنای گلم. و در جریان ای که وقفه بود من منتظر شیشتم 35 دقیقه تا که کیک کاملا آماده شد و یک چای بسیار مزه‌دار هم ما دم کردم اینجا با گلاس گذاشتم که بعد از اینکه کیک آماده شوه کیک توته کردیم با همکارا یک جان نوش جان کنیم، چون عید است و همکارای ما لطف کردن که تمام ما دفتر هستیم. با این خاطر ما خواستیم که دیگه از عید تجلیل بکنیم و یک چای بسیار مزه‌دار هم اینجا در ما دم کردیم. می‌خوایم که باز در گلاس اضافه بکنم وقت کیک که کاملا آماده شد باشین که یکمک چای جوش هم گرم است. خوب است همین قسمت بگذارم شه و اینجا مگذاریم چای جوشه و گلاس هم است که ما باز چایم به خود اضافه میکنم. میخواییم با یک توتا کیک باز نوش جان کنم. خب کیک هم کاملا آماده شده. یک بار خوب است که ما ببینم کاملا روش سرخ شده و من مطمئن هستم که بینشم کاملا آماده شدن، چون به مدت 35 دقیقه میره در داش گذاشتم و ترس تا یک آماده کردنش شما دیدین که من خمیرش چگونه آماده ساخته بودم. همچنان اینجا کلچه هم داریم و میوه تازه هم خواستیم داشته باشیم در برنامه که معمول هست میوه تازه همچنان کلچه و اینا در عید هست و هم ما شما میخواییم که به میزبانی و در مهمانی استفاده بکنیم. و سه روز عید هم برنامه پخت و پز فراموش نکنین. ما میخواییم غذای براتون آماده بسازم در روزید که باقی مانده، غذایی که شما بتانین و غذا در خانهایتون هم آماده کنین، مثل کیک که امروز آماده کردم. یک کیک بسیار مزه‌دار است که شما میتونین که در دو روزید که باقی مانده امروز اگر می دقیقه شروع کنین پخته کردنش البته آغاز کنین، میتونین زود آمادهش کنین. یک نکته رو میخواییم، شاید دوستای ما بچه‌ها گفته باشه که وی ما خو داش برقی نداریم که در داش برقی آماده بسازیم. خب مشکل نیست، شما میتونین که در داش گازی هم اگر خواسته باشین اینو آماده کنین. خیلی ساده آماده میشه، کاملا به این شکل خمیرش آماده بسازین، در داش گازی بگذارین. شما متوجه باشین داش گازی یکمک زودتر آماده میکنه یا سرخ میکنه روشه، به این خاطر حرارتش کم بانین. به حرارت بسیار کم کیک کاملا در داش گازی هم آماده میشه. و میخوایم که اینجا دیگی رو مس، به خاطر که قالب داش یکمک گرم است و داشم دیگه خاموش میکنم. داشم خاموش کردیم. خب میخواییم آهسته آهسته کیک آماده کردیم براتون تزیینش کنیم. اینجا هم کلچه داریم، کلچه رو میخواییم ظرفش نزدیکتر بیاریم، مگذاریمش در این قسمت. خب
حالا ببینیم که کیکی که امروز ما براتون آماده کردم چگونه دیگه آماده شده. من مطمئن هستم که یک کیک بسیار مزه‌دار با طعم بسیار البته قالبان بسیار گرم است. می‌گذاریم اشته این قسمت و آیست آیست دیگه می‌خواهیم که ایره تزین کنیم. یکم که به احتیاط چون قالبم گرم است به احتیاط تعمیره چی کنیم جدا کنیم. یک چند دقیقه باز کیک بگذاریم تا که سرد شوه. متوجه باشین کمی کیک نشکنه. اینه کاملا قالب دور کردم. قالبم خوب است که در یک قسمت بگذاریم و این دیگر آرام دور میکنیم. کاغذش خوب است که جدا کنم و این کیک خود ما سرچپه موندیم. باید که را سراسته کنیم اما گرم است بسیار به احتیاط که خراب نشه. میبینید که کاملا این قسمت هاش دیگه آماده شده اینه و حالا هم دیگه میخواییم که را توته کنیم. خب این کار را میگیریم چون کم بزرگتر است. کیک یک کمک گرم است باید که یک چند دقیقه ای را بگذاریم که کمک سرد شوه. بخاطر که کیک اگر دفتن ما و شما گرمی را البته توته کنیم کاملا ریزه ریزه میشه. من خوب است چاینا کم دورتر بانم قسمت میگذاریم و حالا کیک هم میخواییم که توته کنیم. یک توته برتان میکنم سر به کمک به احتیاط چون کمک کیک گرم است. بسیار یک کیک مزه‌دار امروز خواستم که ما براتون آماده بسازم در برنامه. خب میبینیم که کاملا دیگه آماده شده. یک توتیش هم بگذاریم در این قسمت. این هم یک کیک بسیار خوبه که امروز خواستیم در برنامه ما براتون آماده بسازم. بسیار ساده و آسان براتون آماده ساختیم امروز. وقت خوب و خوش داشته باشین. بازم عید تمام شما هموطنان عزیز مبارک. خداوند یار نگهدار هم باشیم.